امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. آقای شمس، درباره آزادی این پناهجوی ایرانی که قرار بود به رواندا فرستاده بشه بیشتر برامون توضیح میدید. بله، این پناهجو همونطوری که در گزارش شما هم آمده بود از افسران سابق نیروی انتظامی بوده که از دستور شلیک به معترضان مسالمت آمیز خودداری کرده، به زندان محکوم شده و از خدمت در واقع اخراج شده و همچنین از شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بوده. او به خاک بریتانیا آورده شده توسط گارد ساحلی بریتانیا و در بازداشت موقت بوده و طبق سیاست جدیدی که دولت بریتانیا اجرا کرده برای انتقال پناهجویانی که به صورت غیرقانونی و به ویژه از طریق دریا و قایق وارد خاک بریتانیا میشن، قرار بود به رواندا منتقل بشه. مجموعه گسترده‌ای از فعالان حقوق بشر ایرانی و بریتانیایی و سازمان‌های مختلف تلاش کردند که جلوی این پرواز رو بگیرن و به ویژه جلوی انتقال این فرد رو به رواندا بگیرن. نامه‌نگاری‌های بسیاری شد با در واقع وزارت داخله بریتانیا و با چهره‌های مهم حقوق بشری و سیاستمداران و نهایتاً این تلاش‌ها به ثمر رسید و با توجه به مدارک متقنی که ارائه شد نسبت به اینکه جان این فرد در رواندا در خطر هست و او کاملا صلاحیت دریافت پناهندگی رو داره، نهایتا پرواز او به رواندا کنسل شد و دیروز از بازداشت موقت هم آزاد شد و الان در لندن در واقع منتظر هست که از طریق وکلاش که به پرونده پناهندگی او رسیدگی بشه. پیشتر شاهد این بودیم که خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی در ایران گفته بودند دلیل اینکه این پناهجو بازداشت شده این هستش که ادعاهایی که در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مطرح کرد رو در حقیقت رد کرده دولت جانسون، اما حالا با آزادی او این گمان زنی که این خبرگزاری‌ها کرده بودند رد میشه. ببینید، جمهوری اسلامی تلاش میکنه، چون واقعا هراسان هست از برگزاری این دادگاه، اسناد و مدارک شگفت‌انگیز و متقنی که درباره جنایات جمهوری اسلامی افشا شده، سعی میکنه که دروغ پردازی بکنه. دروغ پردازی هاش هم همیشه به راحتی قابل در واقع عدم واقعیتش قابل اثبات هست. نکته این هستش که بر اساس این سیاست عملا تمام پناهجویانی که وارد خاک بریتانیا میشن از طریق دریا بدون رسیدگی به پرونده پناهندگیشون مستقیما به رواندا فرستاده میشن تا اونجا به پرونده پناهندگی اونها رسیدگی بشه. بنابراین این حرف اصلا مطلقاً غلط هست. اما نکته‌ای که درباره این فرد وجود داره این هست که اتفاقاً به واسطه اینکه اون در واقع اطلاعاتی که داده شده، مدارکی که ارائه شده به وزارت داخله نشون داده که این فرد نه تنها جان خودش رو به خطر انداخت، شجاعانه درباره جنایت جمهوری اسلامی اسناد و مدارک بسیار مهم و با ارزشی رو افشا کرده، بلکه در واقع در شرایطی قرار داده که به طور قطع جانش از طرف جمهوری اسلامی و برش در کشورهای دیگه در خطر هست. اگر تلاش‌های سازمان حقوق بشری به ویژه سازمان عدالت برای ایران نبود، ممکن بود به رواندا فرستاده شه، اما این هیچ ارتباطی با این نداشته که در واقع اصلا پرونده او رسیدگی نشده بوده هنوز که بخواد ادعاهای او رد بشه و این یک دروغ آشکار است. ممنونم از شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراهمون بودید.